بله، امروز چیز جالب دیدم که در مورد چیز میبینیم، میگه نامه که نوشته همان که اصطلاح بیاتش جستیفای بکنن، فارسی چی میشه؟ یعنی به اصطلاح قتل عام بله یهودیان. آمین. سو ای میگه که چی میگه که بله میگه تو نامه چی نوشته خشبروش چطور میتونید شما اعلام بکنید که ملت برید بکشید، رحم نکنید، بچه، مرد، زن، فرق نمیکنه، انواعشون مصادره بکنید، چیز بکنید و از بین ببرید. شما دارم میتونه چه این بسیار ملت به مردم بفهمونید. سو یوسی که به اصطلاح همان یک کسی که انست اعمال قصن کسی هستن که میتونه آدم چیز بکنن، برین واش میکنن و به اصطلاح قرآن میگن که دروغو میان شیرینش میکنن، دروغو میان یه میگن که مردم واقعا باور بکنن. سو میفهمد که تو نامش نوشته بوده، میگه که بعد بدونه که نفس بین ما و نامه از طرف اخشفیروش، یعنی که سر اخشفیروش داره اینو مینویسه و نامه گفت که اینو امضاش بکن، اینو مورش بکن و مورش بکن با چیز خودت با همون انگشتره. میگه بدون که یه دست بین ما از این محل ما نیستش، یعنی از پارس، بلکه از نسل، میگه پادشاهیه، از نسل امالق، ملت امالق، اوکی، و از کسی که از بزرگان هست اسمش همان هستن و اما یه درخواست خیلی کوچیکی کرده برای یک ملتی که بین ما هستن، برای که میگه که اینا پست هستن، اینا خیلی آدم های متکبری هستن، اینا فقط میرشونه که به ما فقط بدی کنن. بس میگه چی نوشته بوده و نفرین پادشاه تو دهنشونه. برجیبین چی میگه؟ چه نفرینی هستن؟ چون میگن هشم میره خولان واحد، هشم پادشاه میکنه تا ابد، آف دوگوی مرس و پاسو تو تهلی مثلا. بله، ملت هر کسی هست از کشورش چه کنم بید کنم. بله، پس بابرین از دست های کنه که ما اومانی به عنوان پادشاهی در اینا تسخیر کردیم و میگه بودم در تنش لعصد نقما بگوییم توخ خود بعلومی. بله، که هشم میاد نقما میگه از ملت ها و چه میکنه و چیز میکنه توخ خود میشه، نه توخ خود توخ میشه پند نصیحت میکنه ملت ها رو. بله، میگه بیا شو کن اصلا از اول ابتدای این ملت ببین چیکار چه قدنا به سا میخواد. آمان داره میگه آدمی ها نامین سه که حساب برمیخواد جستیفای بکنه که چرا ما باید این ملت نباید خاصه شالام چیز باشه، باید برخا باشه. میگه بیا بین از اون فرعون فقیر در موقع که سر رفتن چقدر باشون چیز کرد، به صفر پانیم یا فوت، یعنی با خوش روی اومد قبولشون کرد، بهشون تک تیکر کردن، یه زمینی بهشون داد و چی رد و اینا چی که اینا اومدن آخر کار برای اومد گفتن که میخوام ما زب بکنم هشم خالق ما، سه روز میرم و بر میگردیم اگر میخواید ضعف طلای نقره به ما بده، اوکی. و خلاصه شما کنم میگم جو اومدن به اصطلاح گرفتن و دو در و همه که فرو فهمه که اینا دارن فرار میکنن پویسترشون رفت و یکی این افر بینشون بود اسمش بوده موشه بن امرام، با جادوشون اومد چکار کرد؟ دریا رو خوش کرد، همش باید خشکی شدن و میگه من هم چطور شده، ولی پرا اومد چکار کرد؟ اومد که بیا پول خودش رو پس بگیره و تو دریای غرق شد. میگه سهل خسته شانم چیز نیستن، شوگزار نیستن، اینجا میخواه بگه یعنی کفوی تو میشه چی؟ یعنی شاکر نیست اینجوری میخواه بگه، اما مینویسه آه میگه چیکار کردن به اماله جد چیکار کردن به جد همان، به سر همون که گفتن به جدشون چیکار کردن موقعی که جنگ اومد، موقعی که جنگ اومد پس اون گفت چه و یاوو اماله و الاخه میسای بیرفیدیم رایت که میگه که چی میگه چه اماله خومد اول به که جنگ بکنه به اسرائیل و میگه افتن از بیلان پرسیدن، مشروعیت پرسیدن بیلان پرسیدن، بیلان گفت که با جنگ بکن اوکی، حتی چاره شون میشه و میگه چون با وجود که اینا به زخوت ابرام و وینو هستن، ابرام موقع میشناختنش، تو هم از نسل ابرام و وینو هستیم، تو هم نبیل ابرام و وینو هستن، نتیجه بطه نسل ابرام و وینو هستن و برو جنگش بکن.
و میگه چیکار کرد اون موشه رهبرشون، یه شاگرد داشت به اون یوشع بن نون، چقدر بیرم بود و مروت نداشت. موشه هم گفت انتخاب بکن و بیا به جنگ امالک، خانه هم پاسخ داد اسرا داره در میاره. میفهم میگه من نمیدونم که چطورش اینا هیچ آدمایی که انتخاب کرد یوشع آیا جادوگر بودن، پهلوان بودن، خلاصه هر کاری که کردن ورده رو خوندن و چیکار کردن و این انداختن. اومدن سر کشور سیخون و اوگ و کش جوشون هم تونست بایسته بازن، اینا اومدن از بینشون بردن. اومدن پادشاهان میدیان هم چوری کشتنشون و همتون مشتبه میگه اینا یه شاگردی داشت که این ایستال باره که نه هم کرد بچه ها که و اومد شاید که اومد ارس اومد تسخیر کرده و سیوری که پادشاه هم چوار کرده از بین برده. سیسرا اومده حمله کردن، میگه چطور شد چیکار کردن که دفعه منشون رو ریختن تو دریا از بینشون بود. پادشاه اول شاول بود که اونم رفت شاه کرده به جد به سر همون چیز اومد اگاگ اومد حمله کرد، اگاگ شاول اومد حمله کرد و میگه که چی میگه که ساعت پادشاهش اگاگ هم میگه این نفر بود به من شموئل و اونم رم و روبت نکرد. اوکی خلاصه میگه که بعد از اون داوید ملخ اومده که اونم چیکار میکرده که کسی رم نمیکرده و اشلوم ملخ اومده. اوکی بتنقداشی داشت، منم تو بتنقداش چی بوده. اوکی و هر موقع میخواستن رفتن جنگ وارد این بتنقداش میشدن جادو میکردن و چه تاثیرات قدرت جادو میدوستن چه کنم میتوستن جادو جنبل میکردن تو سنگت اونجا رو خراب بکنن. اوکی نا میگه و موقعی که میگه که به اصطلاح میگه که خسته شدم خداشون پیر شد و موقع تازه اینا توی سن و خنه سر اومد و به تنقلاششون رو خراب کرد و گاروتشون برد. اوکی. و هنوز هم دست از کار خلافشون ور نمیدارن و با وجود که هنوز تو گاروت بین ما هستن مسخره ما میکنن و اون ایمانی که ما داریم و دفعه ما چکار کردیم الان ما تصمیم گرفتیم که چکار کنیم که ایستالا رو براخا بکنیم و اومدیم قرعه کشی گرفتیم افتاده تو ماه ادار دستیزن گفتیم که اون سالی که انتخابات ماه ادار دوم بوده و ماه ادار دوم گفتیم که جادو چیز نیست، کارگر نیستش برای چون که 13 ماه کبیسه هستش و به خاطر این جادو کارگرنش و الان موقع که بسید این نامه ها آماده باشید در چنین روزی که نابود بکنید بکشید تمام یهودیان از جوون تا پیر از بچه تا زن تو یک روز و هیچ کسی باقی نذارید. یعنی چه کنید؟ یعنی چاقو چه هرچی که هستن چه کنید؟ قتل عام عمومی بکنید برای صدها هزار نفر را ممکن موقع میگم که تمام امپراتوری هخامنشی بوده چه هم کنید؟ صادر میکنم میگه آمان میگه که توی مینوسته که اصلا اینا محکوم به مرگ هستن و به بچه ها میگه رحم نکنید، به زن ها رحم نکنید، به دو بچه های جوان هم رحم نکنید، همه رو بسیار کنید. بعد کاری که میگم که اگین آلمانی ها میکردن برای که میگم که مثل اصطلاح چی میگونه فرد به ایچ رحم مروت نداشتن بسی دست و زیره اماله خست به ایچ که رحم نمیکنه و میاد چه میکنه میاد مردم رو برین واش میکنه بخواهیم چنین شستشوی مغزشون بده ایچه هشم کمک رو میکنه.